رنگین کمان عشق پاداشی است که تا آخرین قطره زیر باران میماند. سلام میکنم به شما بینندگان خوب برنامه هفت رنگ، با ما همراه باشید. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. امروز میخواییم در ادامه برنامه قبلی که با هم تمرین پورتره رو داشتیم، میخواییم امروز ببینیم کاریکاتور چطور هست، درباره کاریکاتور صحبت کنیم. اینکه بخوایم همون پورتری رو که ما کشیدیم امروز چطور میتونیم اون رو تبدیل به طنز بکنیم، چطور میتونیم تبدیل کنیم که با دیدن اون کاریکاتور احساس انگار قلقلکمون بیاد، احساس قلقلک بکنیم، احساس خنده بکنیم. خب برای این کار ما شروع میکنیم اول طراحی کردن. برای اینکه طراحی رو شروع بکنیم مدلمون خب بایستی همونجور روبرومون باشه، کامل ببینیمش و شما بایستی به من نگاه کنید. بله. خب برای این کار اگه یادتون باشه برای پورتره ما یه دونه تخم مرغ رو میکشیدیم. اینجا هم دقیقا همونه، ما اول این چارچوب رو پیش میریم، ولی وقتی که میخواییم این تخم مرغ رو اگه یادتون باشه قبلا برای پورتره این کناره هاشو زاویه میدادیم برای شقیقه و برای کنار فک، این زاویه ها رو ایجاد میکردیم. برای کاریکاتور میتونیم این زاویه ها رو یه مقدار بیشتر کنیم، یه مقدار همون فرما رو داریم با یه مقدار اغراقی که توش انجام میدیم. مثلا فک رو میتونیم بیاریم پایین تر یه مقدار و حجم فک قبلا تا اینجا بود، ما الان نزدیک 3 سانت بهش اضافه کردیم، فک افت میکنه اینجا. بعد جای لب اینجا بود، جای لب رو همونجا سر جاش میذاریم. اگر که فک اینجا بود و این وسط کار ما بود، چشما اینجا باشن و بینی اینجا قرار بگیره و ابروها اینجا، خب ما میتونیم لبا رو سر جاش بذاریم و حجم لبا رو میتونیم بیشتر کنیم. الان توی این صورت این پورتری که نگاه میکنیم میبینیم جاهایی رو که ما میتونیم بزرگتر بکنیم، خب یه مقدار بزرگتر، جاهایی رو که میتونیم کوچیکتر بکنیم یه مقدار کوچیکتر میکنیم. یعنی در واقع کاریکاتور همون گزافه گویی هست از زبان نقاشی، درسته؟ دقیقاً. بعد وقتی به بینی نگاه میکنیم بینی شما نوکش یه مقدار حالت سربالا داره، برای همین ما میتونیم اینجا یه مقدار نوک بینی رو ببریم بالاتر، ولی اون شباهتش رو سعی میکنیم حفظ بکنیم. برای اینکه نوک بینی بره بالاتر کافی یه دونه نیم دایره اینجا بکشیم، بعد کنارش اون دوتا پرانتزی رو که یادتون باشه گفتیم میذاریم و زیرش یه پرانتز دیگه و سوراخ‌های بینی رو اینجا قرار میدیم. کاریکاتور ها همیشه خنده‌دار هستن یا کاریکاتور غمگین هم دارین؟ سوال خیلی خوبی کردین. نه لزوماً همیشه خنده‌دار نیستن. بعضی وقتا کاریکاتور ها برای نشون دادن یک حقیقتی هستن که تلخه و کاریکاتورای تلخ بهش میگن. برای همین کاریکاتور میتونه خنده‌دار باشه یا بیانگر مشکلات اجتماعی باشه که کاریکاتور یا طنز تلخ بهش میگن. ابروها وقتی که میبینیم حالت هشت دارن، سعی کنیم این هشتشو یه مقدار بیشتر بهش حالت هشت بدیم و زاویهشو به جای اینکه باز باشه تنگ‌تر بکنیم، جالب میشه. و همچنین اگر پیشانی بلندی دارن، ما میتونیم پیشونیش یه ذره بلندتر بذاریم. اگه کوتاست میتونیم خیلی کوتاهش کنیم، اینقدر که موها تقریبا نزدیک ابروها قرار بگیره و موها رو در اطراف صورت قرار میدیم. میتونیم اگه گردن باریکی داره مدلمون، گردنشو بلند بکشیم، مسئله نیست، یه گردن بلند براش بذاریم و یقش. اون قسمت هایی که اطراف گردن خالی هست سعی کنیم خالی نمونه، با موها پرش کنیم.
اگر که بدن نحیف و لاغری داره سعی کنیم تا ما میتونیم این رو توش انجام بدیم، سعی کنیم اون باریک بودن و لاغریشو نشون بدیم. حالا در این قسمت ایاتون باشه، وقتی کار به اینجا رسید میتونیم با انگشتمون شروع کنیم سایه زدن. جاهایی که گفتیم برجسته هست سعی میکنیم با حرکت دورانی انگشتمون اون حالت برجستگیشو نشون بدیم. خیلی ساده. این برجستگی که روی پیشونی هست، موقعی که میخواییم وقتی که حرکت دست به صورت دورانی باشه اون نقطه وسط رو اجازه بدیم سفید بمونه، کاملا برجسته میشه و اون جمجمه اینجا انگار که ورم کرده و جالب میشه. همجور گونه ها وقتی زیرش رو سایه رو نرم محو کنیم، برجستگی گونه ها اینا خودشونشون میده و تمام اینا واقعا تو کار زیباست. و همچنین چانه برجستگیشو میتونیم با حرکت دورانی مشخص کنیم. بعد میتونیم با یه دونه کنته تیره تر سایه های تیره تر اطراف رو مثل سوراخ های بینی و اطرافشو یه ذره سایه تیره تر بهش بدیم. و لب‌ها رو میتونیم با رنگ قرمز نشون بدیم. نگران دندونا نباشین که ممکنه رنگ روش بره، بعدن با پاک‌کن میتونیم پاک کنیم. لب پایین رو کامل قرمز نکنین، یه مقدار بالا رنگ بذارین، یه مقدارم پایین که وقتی محوش میکنیم وسط لب یه سایه کمرنگ نور بمونه. چشما رو با رنگ قهوه‌ای میتونیم سایه‌شو بذاریم با اون یکی چشم. و میتونیم با مشکی تخم چشم رو سیاهیشو بذاریم و کنارشو یه ذره سایه سیاه بکنیم، نه زیاد، یه ذره. و ابرو لزوماً مشکی نیست، باید ببینیم رنگی که ابرو داره خیلی اهمیت داره. رنگ بعضی وقتا با رنگ قهوه‌ای میذاریم و یه مقدار توش رگ‌های مشکی و خاکستری هم میذاریم ولی نه زیاد. و اون یکی بعضی وقتا دندونا یه برق خاصی داره، توی کاریکاتور
میتونیم این برق رو با پرتاب پاکونمون روی دندون قرار بدیم. مسئله نداره. و روی لب. موهاشو با یه رنگ اوکر یه مقدار چون حالت بلوند داره با رنگی یه ذره اوکر ولی نه اینکه کامل اوکر باشه یه حالتی از اوکر میتونیم بذاریم. با گچ قهوه‌ای میتونیم تیره هاشو معمولا محل اتصال مو به پوست تیره تره ما هم تیره ترش میکنیم و محوشم ولی موازهاشی زیاد داخل صورت نفوذ نکنه این تیرگیه و داخل خود موها یه رگه هایی از قهوه‌ای رو میذاریم اینجام پیرهنشو ما خیلی خوبه که رنگش رنگ تقریبا لباشون هست و جالب میشه رنگشو بذاریم قشنگ میشه. اول یک دست رنگ پیرهنو میذاریم بعد با کنته قهوه‌ای خطاشو که بذاریم این خود به خود کامل میشه. خب خسته نباشید. من که خودم خیلی مشتاقم زودترین کاریکاتور خودم ببینم. خب دوستان امیدوارم که برنامه امروز ما براتون جالب بوده باشه و از اون بهره کافی رو برده باشید. تا هفت رنگ بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.